سلام عرض میکنم. زدم آقای دکتر. خب در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. زحمت کشیدید خانم دکتر و بنا شد با هم دیگه در مورد بازار جهانی صحبت کنیم. شما خواهش میخواید شروع بفرمایید، من هم در خدمتتون هستم. خواهش میکنم آقای دکتر، همراهان عزیز، اگر اجازه بفرمایید، من برای اینکه کیفیت لایف بهتر باشه و تمرکز هر دوی ما، هم من و هم آقای دکتر، بیشتر روی صحبت هایی باشه که میخوایم خدمتتون ارائه بدیم، من کامنت ها رو میبندم، من تا آخرش کامنت ها رو باز میکنیم که فرصت بشه پاسخگوی سوال های احتمالی عزیزان هم باشیم. پس من کامنت ها رو میبندم. خب آقای دکتر، ما امروز میخوایم در رابطه با بحث کامودیتی ها صحبت کنیم در بازارهای جهانی. همونطور که جناب علی خودتون به خوبی واقف هستید، در زمانی که بعد از معاهده برتن وود، زمانی که حالا شکل گیری دلار بعد از اون شوک نیکسون که ما در جامعه جهانی داشتیم، کامودیتی ها در سه گروه مختلف انرژی، فلزات و کشاورزی شکل خودشون رو در جایگاه ابزار، یعنی در کنار کالاهای مصرفی، به عنوان شاخصهای اندازه‌گیری رفاه و توسعه های اقتصادی نقش خودشون رو پیدا کردن. ما چندین مورد رکودها و افتها و همچنین رونقهای متعددی رو در گروه های مختلف کامودیتی ها داشتیم که آخرین افتی که ما در جامعه جهانی شاهد بودیم در کامودیتی ها مربوط میشه به بحران سال 2008، فاینانشال کرایسیسی که در بازار امریکا شروع شد بعد از بحران مورگیج هایی که ارائه شد، و بعد از اون حالا ما شکل و شمایل کامودیتی ها، قیمت ها رو در اونجا داشتیم. بعد از اون بحران کرونا باعث شد که ما حتی در چند سباهی، مثلا در فیوچر نفت، حتی قیمت منفی رو ببینیم به خاطر کاهش شدید تقاضای کامودیتی ها در سطح جهان. الان هم خب بعد از شروع مجدد رشد اقتصادی در جهان و تورمی که در حال حاضر داریم در جهان میبینیم، ما یک جامپ قیمتی در بحث کامودیتی ها مشاهده کردیم. خب در رابطه با سوابق تاریخی دوستان میتونن مطالعه کنن، فرصت هم به شما بیشتر صحبت میکنیم. اون چیزی که امشب برای ما مهم هست اینه که خب ما در این نقطه از تاریخ که ایستادیم، امروز روز اصلی ماست، در آینده قیمت‌های کامودیتی را چطوری پیش بینی می‌کنیم و مبنای این پیش بینی ما چی است. یعنی مثلا اگر می‌خوایم در نهایت انتهای لایو به این نتیجه برسیم که قیمت‌های کامودیتی‌ها افزایشی خواهد بود، مبنایی که ما رو به این پیش بینی میرسونه چی است که بتونیم یک بحث آموزشی رو داشته باشیم، دوستان به جای اینکه بخوان ماهی رو بگیرن، ماهیگیری رو یاد بگیرن. ما در خدمتتون هستیم آقای دکتر. احسنت بر شما، خیلی تشکر میکنم به خاطر مقدمه خیلی خوبی که مطرح فرمودید. ببینید، من واقعا شما این نکته آخری که گفتید میخوام روش تاکید کنم که بنده معلم هستم، بیش از هر چیز معلم هستم و وظیفه خودم میدونم که اگر دانشی دارم، اگر علمی دارم، اگر تجربه داشتم که قطعا هم کامل نیست، نه علم بنده کامل هست نه تجربه بنده کامل هست، ولی اون چیزی که حالا در بازار داخلی یا در بازارهای بین‌المللی در گذشته تجربه داشتم، وظیفه خودم میدونم که در اختیار مردم عزیزمون قرار بدم و وظیفه خودم میدونم که به عنوان یک معلم همیشه سعی کنم که علم آموزی داشته باشم. هدف ما از این لایو هم همین هست که ما سعی کنیم که تحلیل های متفاوت رو خدمت شما ارائه بدهیم که در آینده انشالله دوستان بتوانند که در واقع خودشون تحلیل کنند. و ببینید، مسئولیت سرمایه گذاری هر شخصی با خودش هست، میتونه از دیگران مشورت بگیره ولی اگر که اشتباهی کرد خودش مسئول هست. بنابراین همونطور که شما به درستی فرمودید، وظیفه من معلم این هست که ماهیگیری رو یاد بدم تا اینکه برای دیگران ماهی بگیرم یا یک ماهی خاصی رو در اختیار افراد قرار بدم. خب قرار شد، ما البته من عذرخواهی میکنم از شما که قرار بود هفته پیش ما لایو داشته باشیم و تغییر کرد و به این هفته افتاد و موضوع هم تغییر کرد و به کامودیتی موضوع رسید و تشکر میکنم که شما پذیرفتید که این موضوع رو ما با همدیگه پیگیری کنیم، در حالی که این موضوعی هست که هنوز یا شاید هیچ وقت ابعادش کاملا مشخص نشه. یعنی قدرت پیش بینی ما در این بازارها خیلی پایینه. ببینید، در یک سری از بازارها اصلا قدرت پیش بینی واقعا در حد صفره، مثل بازار کارنسی.
حالا عرض میکنم مثلا در همین شرایط فعلی هم چه اتفاقی افتاده و به کجا میرسیم. برخی از بازارها ممکنه بشه پیش بینی هایی داشت، مثل بازارهای کامادیتی. بالاخره اینها عرضه و تقاضا خیلی مؤثر هست. بله در کامادیتی هم سرمایه گذاری میشه، ولی مصرف نقش عمده ای رو داره. مثال میزنم خدمت شما، در بازار طلا بیش از 50% در واقع تقاضای طلا تقاضای مصرفی هست. یعنی ببین، تقاضای مصرفی جواهرات هست، دقت میفرمایید، و سایر اون 50% دیگر تقاضای مصرفی تکنولوژی هست. میدونید بله، تکنولوژی به خصوص مخصوصا چیپ های کامپیوتری که میسازند، و پس از اون تقاضای سرمایه گذاری هست. این تقاضا ممکنه از طرف هج فاند ها باشه، ممکنه از طرف افراد سرمایه گذاران باشه، یا ممکنه از طرف بانک های مرکزی و بانک های تجاری باشه. رفتار همه اینها با همدیگه بازار طلا رو شکل میده. در سال 2020 پیش بینی میشد قیمت طلا اوج پیدا کنه. در سال 2021 مجددا پیش بینی میکردن که قیمت طلا بالا بره. حتی برای سال 2022 هم پیش بینی میکردن قیمت طلا بالا بره، ولی چنین اتفاقی نیفتاده. الان هم که چند وقت قیمت های کامودیتی در حال نزول هست، طلا آنچنان نزول نداشته. حالا چرا در سال 2020 طلا صعود نکرد؟ چون به طور خیلی عجیبی تقاضا برای جواهرات به شدت کاهش پیدا کرد بعد از بحران کرونا، و این خیلی عجیب بود، کسی پیش بینی رو نکرده بود. چرا؟ چون در گذشته بازار طلا همیشه اون تقاضای جواهرات همیشه ثابت بوده، هیچ وقت نشده بود که مثلا این تقاضای جواهرات به شدت کاهش پیدا کنه، چون مهمونی ها کم شده بود، مراسم عروسی کم شده بود، و این باعث شد که تقاضای مثلا یک حالت خیلی خاصی در بازارها به وجود بیاد. ما میتونیم از تاریخ درس بگیریم در پیش بینی ها، ولی تاریخ همواره به طور کامل تکرار نمیشه، و این هست که هم خطرهای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی رو زیاد میکنه، هم مهیج میکنه حضور در بازارهای جهانی و تحلیل بازارهای جهانی رو. شما خودتون به درستی فرمودید که از زمانی که نظام برتون وودز در دنیا فرو ریخت، البته آقای نیکسون رئیس جمهور آمریکا ملغا کرد این نظام رو، خب این نوسان‌ها در بازارها خیلی تشدید شد. اتفاقا جهت اطلاع شما، من یک کتابی رو در گذشته نوشته بودم در مورد مدیریت ریسک که انشالله ممکنه که در آینده چاپش کنم، و این خیلی کتاب قطوری هم بود، و فصل اول در مورد دقیقا همین مسئله بود که دنیای مثلا بعد از سالهای 1970 و 1980 یک دنیایی هست که نوسانات قیمتی خیلی زیاده، تلاطمات قیمتی خیلی زیاده در این دنیای جدید، و افراد باید بیاموزن که چگونه در یک محیطی که به خصوص نوسان نرخ‌های ارز بالا هست چگونه باید زیست. و قطعا این هست، اتفاقا نتیجه گیری فصل اول کتاب این هست که دست از پیشبینی بکشید، از پیشبینی به جای مشخصی نمیرسید و برید به سمت اینکه مدیریت ریسک انجام بدید. اما ما سعی میکنیم فعلا امروز در خدمت شما یک مقداری تحلیل ارائه بدیم انشالله، و اگر دوستان مایل بودند، من به عنوان معلم سال گذشته درس مدیریت، در واقع درس اقتصاد کلان رو به طور کامل ارائه دادم که به این مباحث مربوط میشه. البته امسال اقتصاد خرد رو شروع کردم، و احتمالاً در چند ماه آینده با نگارش کتاب میریم به سمت مدیریت ریسک، و این مباحث خیلی مربوط میشه به اون درس مدیریت ریسک، هم بسیار مربوط میشه. من در خدمت شما هستم، باز برمیگردم و بیشتر توضیح خواهم داد. بسیار عالی، بسیار ممنون. آقای دکتر، ما در رابطه با اتفاقات اخیری که در بازار کامودیتی ها شاهدش بودیم، خب یک رشد قیمتی رو ما در تمامی گروه های سه گروه کامودیتی مشاهده کردیم. خب به نظر میرسه که کامودیتی ها، یعنی من الان تقریبا میشه گفت، علیرغم اینکه همیشه میگیم تحلیل همیشه باید یک جای پلن بی رو داشته باشه، یعنی که ما فکر کنیم اگر بازار بر اساس تحلیل من پیش نرفت خب من چه کار کنم، بنابراین همیشه باید یک جای درد بذاریم برای تحلیل که اگر این اتفاق نیفتاد چی کار کنیم. منتها چیزی که تقریبا مجمع، یعنی کلیه تحلیلگران بین المللی و داخلی و اقتصاددان ها و حتی بانک های جهانی روش به توافق رسیدن اینه که کانال قیمتی کامودیتی ها در سال 2022 شکسته شد، یعنی اینکه ما در سال 20 بعد از سال 2022 دیگه قیمت های کامودیتی ها رو در سطح سال 2018 نخواهیم دید، در سطح 2017 نخواهیم دید، یعنی یک روند جدید برای قیمت کامودیتی ها ایجاد شده.
چرا؟ به دلیل اینکه ما در جهان شاهد توسعه و رشد اقتصادی هستیم. خب بالاخره جناب عالی استاد بنده هستید و دوستان میدونن که بحث توسعه و رشد اقتصادی دو مبحث جداست. توسعه اقتصادی الزاماً رشد نیست و رشد الزاماً توسعه نیست. منتها جوامع جهانی به سمت رشد و توسعه جهانی دارند میرند و همین امر باعث میشه که تقاضای کامودیتی ها به صورت متحد در سطح جهان افزایش پیدا کنه و اینها سیگنال میده که نظام اون نقطه تعادلی قیمت عرضه و نقطه تعادلی عرضه و تقاضا روی کامودیتی ها شیفت کرده به سمت بالاتر، یعنی اون قیمت تعادلی کامودیتی ها به قیمت های بالاتر رسیده. میخوام ببینم که آیا جناب عالی هم بر این اجماع باور دارید که قیمت کامودیتی ها کانالشون تغییر کرده، اون نقطه تعادلشون تغییر کرده و ما دیگه اون قیمت های قبلی رو، مثلا دیگه نفت 30 دلاری رو شاید به راحتی نتونیم ببینیم؟ بله، ببینید، البته در مورد بازار نفت خیلی بازار خاصی هست، بعد من بهش اشاره می کنم کلن بازار انرژی وضعیت الان به چه سمتی داره میره، یا بازار کشاورزی یا بازار متال که شما به درستی فرمودید، اینا هر کدوم به کدوم سمت می روند خدمتون عرض خواهم کرد. اما این نکته که شما فرمودید خیلی دقیق و درسته. حالا چرا؟ برای اینکه ما انباشت تورم داریم در جهان. در جهان مدرن مرتب داره خلق پول انجام میشه. حالا یک کشوری مثل کشور ماست که اصلا هیچ قید و بندی وجود نداره و تا هر وقت تا هر مقداری که دلشون بخواد خلق پول انجام میدهن، ولی در کشورهای دیگه محدود میکنن، نرخ تورم رو سعی میکنن زیر 2% نگه دارن. اما الان 2-3 سال است که ما هم در ایران هم در دنیا تورم های بالا داریم. در دنیا هم تورم 8.5%، در اتحادیه اروپا، در امریکا یک چیز نادری بوده که اتفاق افتاده. خب همین ها هم شما انباشته در نظر بگیرید و با توجه به اینکه سالیان سال هم قیمت های کامودیتی سرکوب شده، من فقط خدمت شما اینو عرض کنم که از 2010 یا مثلا 2011 تا امروز مثلا شاید 11 سال هست که بازار ایمرجینگ مارکتس، یعنی بازار کشورهای نوظهور، بازار کشورهای در حال توسعه، منظور از بازار بازار بورس است. بازار بورس از بازار کشورهای پیشرفته مثل امریکا عقب بوده، به خصوص امریکا. حالا چرا عقب بوده؟ چون اینا کامودیتی محور هستن مثل اقتصاد ما. دقیق می‌فرمایید، اقتصاد ما وابسته است به فولاد و پتروشیمی و بالاخره کامودیتی های دیگه، معدن و استخراج معدن و این مسائل. دقیق میفهمم. بقیه کشور هم همینطور هستن، کشورهای در حال توسعه. و یک زمانی بود که اگر شما در بازار بورس این کشورهای نوظهور سرمایه گذاری میکردید، واقعا ثروت بادآورده به دست میآوردید. ولی الان یک چیز حدود 11 ساله که اتفاق نیفتاده. 11 ساله که قیمت کامودیتی ها سرکوب شده. 11 سال تورم هم داشتیم. تورم حالا نه مثل 2-3 سال گذشته، ولی تورم 2% که حداقل داشتید. این 2% با هم دیگه در واقع چی بشه؟ در واقع انباشت بشه مثلا چیزی حدود 20-30%، میدونید؟ یعنی کامادیتی از بقیه قیمت ها جا مانده و این هست که کاملا شما درست میفرمایید. یک نکته دیگه میگن که سیکل بلند مدت کامادیتی ممکنه آغاز شده باشه، اما این با روندی که 2 هفته گذشته داشته کاملا در تعارض قرار میگیره. دقیق میفرمایید. و برای من خیلی جالبه که بخش بزرگی از بازار به شدت ترسیدن در بازارهای بین‌المللی، یعنی تصورشون بر اینه که احتمالاً بازار بورس داره در واقع رکود رو در اقتصاد نشون میده، چون بازار بورس قدرت پیشبینی خوبی در مورد رکود داره. یعنی قبل از که رکود اتفاق بیفته بازارهای بورس این رو در واقع پیشبینی میکنند و نشان میدهند، پیشخور میکنند. احسن، دقیقاً. پس حتی یکی از اقتصاددانان بزرگ فکر کنم آقای ساموئلسون بوده، گفته بوده که از 9 تا بازار بورس 9 تا از 5 تا رکود رو توضیح داده. منظورش این بوده که یعنی حتی اگر 5 تا رکود هست، بازار بورس میتونه 9 تا از اون 5 تا رو، یعنی بیشتر از 100% هم میتونه توضیح بده. اینقدر میخواد تاکید بکنه روی اینکه بازار چقدر قدرت پیشبینی خوبی داره. همیشه بعد اینطور نبوده، یعنی قدرت پیشبینی 100%ی بازار بورس ندارن، ولی وضعیتی که بازارهای بورس کشور پیشرفته در طی چند ماه گذشته داشتن در طی 50 سال گذشته بدترین بوده، و در حالی که اقتصاد خیلی وضع خوبی داره، مثلا اقتصاد امریکا با این نرخ بیکاری بسیار وضعیت خوبی داره، ولی بازار بورس چون گران شده بوده بعد از این در واقع
تلاشی که فدرال ریزرو کرد از سیاست‌های انبساطی به سمت سیاست‌های انقباضی رفت، ملاحظه می‌فرمایید که بازارها دارن خودشون رو اجاست می‌کنن. این شده که در 2 هفته گذشته یک مقدار قیمت کامودیتی سقوط داشته، کاهش داشته. منتها 2 تا از بزرگترین بانک‌های دنیا و معتبرترین شاید بانک‌ها در بازارهای جهانی هر دو اعلام نظر کردند که همین چند ساعت پیش البته در اومده، مثلا کمتر از 10 تا 12 ساعته، یکی جی پی مورگان بوده، یکی در واقع گلدمن ساکس بوده. هر دو، جی پی مورگان که گفته که بازار کامودیتی ممکنه که وضعیت خوبی پیدا کنه، یعنی ممکنه برگرده، ممکنه یک حالت دوباره ریکاور کنه. گلدمن ساکس اصلا بیشتر از این گفته، یعنی گفته ما هنوز به پیک کامودیتی نرسیدیم و پیک کامودیتی بالاتر از این حرف هاست. حالا چرا؟ حرف گلدمن ساکس خیلی جالب بوده، چون ساده تره اول خدمت تو عرض میکنم. گلدمن ساکس گفته که خب بالاخره الان رشد اقتصادی داریم. ببینید OECD پیش بینی کرده و رشد اقتصادی 4.5% باشه، الان کاهش داده به 3%. خب خیلی کاهش داده، ولی بازم 3% اقتصاد دنیا در حال رشد، 3% نرخ کمی نیست. دقت میفرمایید، بانک جهانی پیش بینی کرده بود فکر کنم 4.1%، الان پیش بینی کرده 2.9%. 4.1 خیلی بهتر از 2.9 بود، ولی باز هم 2.9 3% رشد اقتصاد جهانی رشد بالاییه. دقت میفرمایید، از طرف دیگه در بسیاری از این کامادیتی ها، چون سالها قیمت سرکوب شده بوده، بسیاری از این کامادیتی ها رسیدن به سقف خودشون و خیلی راحت ممکنه قیمت های فعلی هم حتی شکسته بشه. پس در کوتاه مدت به نظر میرسه که مثلا در 2 هفته آیندهم شاید وضعیت، یا 1 ماه آیندهم شاید بازم قیمت کامودیتی این مقدار کاهش پیدا کنه، ولی فعالان جدی بازار هنوز معتقدن که این روند تمام نشده. اینکه آیا ما در یک در واقع ابر سایکل یا ابر چرخه کامودیتی قرار داریم یا نداریم رو کسی نمیتونه بگه. تا وقتی اتفاق بیفته، مثلا ببینید 5 سال 6 سال همینجوری قیمت کامودیتی بالا بماند، اون وقت میتونیم برگردیم به عقب و بگیم که بعد از 30 سال، بعد از 40 سال یک ابر سایکل جدید در زمینه کامودیتی مجددا اتفاق افتاد. الان نمیدونیم چی شده، ولی اینکه شما به درستی اشاره کردید که بالاخره از رنج خارج شده و دیگه به اون رنج سابق بر نمیگرده، بله درسته، دیگه به رنج سابق بر نمیگرده. دلیلش هم این هست که انباشت تورم در واقع اون کف قیمت کامودیتی رو برده بالاتر، و این کاملا درست است. حالا شما نکاتتون رو بفرمایید، من دوباره برمیگردم در مورد جی پی مورگان هم خدمت شما صحبت خواهم کرد. آقای دکتر، من در تکمیل فرمایشات جناب عالی میخوام به 2 تا موضوع اشاره کنم. یکی اینکه اخیراً ما توسط دولت چین و دولت امریکا به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان 2 تا اظهار نظر متفاوت در رابطه با وضعیت اقتصادی داشتیم. اخیراً آمریکا میاد اعلام میکنه، میگه که برای من کاهش تورم در اولویته و در این مسیر حالا به سایر مسائل هم توجه میکنم. یعنی چی؟ یعنی که در این مسیر اصلا مستقیم اشاره نکرد، ولی میگه حالا این وسط اگر قیمت کامودیتی ها رشد یا کاهشی هم داشته باشه، من این رو توی اولویت های دوم به بعدم میذارم. برای من اولویت تورمه، یعنی هر سیاستی که لازم باشه من اتخاذ میکنم که با تورم مقابله کنم. این یک روی کرده. از اون طرف دولت چین میاد اعلام میکنه، میگه برای من اولویت اول رشد اقتصادیه، حالا این وسط قیمت کامودیتی ها رو من مجبور بشم بالا ببرم یا دیگه بخوام از اون سیاست صفر کرونایی خارج بشم، اون هم برای من مهم نیست، من برای من اولویتم رشد اقتصادی هست. خب این دوتا روی کرد متفاوته. روی کرد چین میتونه باعث ببخشید میتونه باعث افزایش تقاضای کامودیتی ها در سطح جهان بشه، و سیاست امریکا میتونه باعث کاهش تقاضای کامودیتی ها در سطح جهان بشه. دو تا رویکرد کاملا متناقض ما داریم میشنویم. حالا یک رویکرد اینه که این هم یک جنگ زرگری باشه، یعنی آمریکا و چین طبق اون سیاست های اقتصادی که جناب عالی به خوبی سالها دارید میبینید، سالها این دو تا کشور با هم به دوبستان اقتصادی داشتن و همیشه هم با هم همراستا بودن، و من اصلا زیر بار این که حالا جنگ اقتصادی بین اینها در بگیره یا اینکه بیان مقابل هم بایستن به هیچ وجه تا الان نتونستم قبول کنن این موضوع رو. به نظرم اینها از نظر اقتصادی جهان رو تقسیم کردن به دو نیمه، نیمه آمریکا
پسند و نیمه چین پسند و دارن قشنگ با هم دیگه تبادل میکنن و فکر میکنم که این اعلام نظر هم به صورت همزمان طی 3-4 روز میتونه برگرفته از همون سیاست به اشتراک گذاشتن منافع باشه. آیا جناب علی با این موضوع موافق هستید که این دوتا سیاست میتونه در راستای حالا دور کردن از خوان تحلیلگران از واقعیت های کامودیتی ها باشه یا اینکه خیر؟ ببینید، این سیاست هایی که معمولا دولت ها اعلام میکنن یا سیاستگزار اعلام میکنه، حالا چه دولت رو شما به عنوان سیاستگزار مالی بودجه در نظر بگیرید، چه بانک مرکزی یا فدرال ریزرو رو مثلا، یا مثلا بانک مرکزی چین رو به عنوان سیاستگزار پولی بخواید در نظر بگیرید، اینها در واکنش به شرایط اقتصادی کشور مطبوعشون هست. الان در آمریکا از نظر نرخ بیکاری در بهترین شرایط کل تاریخ آمریکا قرار داره، بی نظیر واقع این شرایطی که اتفاق افتاد، و این در واقع دقیقا پیش بینی های علم اقتصاد کلان هست. یعنی دو تا کشور، حداقل دو تا کشور رو من میبینم بسیار خوب از آموزه های علم اقتصاد کلان استفاده میکنن. اگر ما بخوایم مثلا دو کشور اول جهان رو که به علم احترام میگذارند الان ببینیم، لااقل به علم اقتصاد، حداقل زیر شاخه اقتصاد کلان یا حتی زیر شاخه اقتصاد پولی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، یکی کشور امریکا است که خیلی خوب عمل کرده و شما میبینید که از یک بیکاری حدود 14-15% کشور امریکا الان بیکاریش رسیده به کمتر از 4%. حالا بر پیش بینی اینه که مثلا اگر الان 3.6% هست، ممکنه مثلا تا آخر سال بشه 3.7%. ببینید یعنی چه. بعد اون افراد اون 3% هم که بیکار هستن، اونها به دنبال کار هستن، دقیق میفرمایید، یعنی اونها بین دوتا کار هستن، مثلا وضعیت خودشون داشتن بهتر میکردن. در بسیاری اوقات نباید با بیکاری های بلند مدتی که ما داریم مقایسه بکنیم که حتی در آمار بیکاری هم نمیاد. و دیگری کشور روسیه است که تمام دنیا تحریم کردن، وارد جنگ شده و یک ابرزن به نام خانم نابولینا میتونه ریاست بانک مرکزی روسیه میتونه انقدر خوب اداره کنه، دقیق میفرمایید. و من متاسفم که وقتی به برخی از مسئولین که عرض کردم با تمسخر نگاه میکنن. حتی یکی از مسئولین گفت که خانم نابلینا از مشاورش خواسته بیان از من بیاموزند. شما ببینید سطح، حالا بگذریم، و اگر این دو تا، اگر این دو کشور بهترین در واقع استفاده رو از علم و تجربه بشری در زمینه اقتصاد، مخصوصا اقتصاد کلان، به خصوص اقتصاد پولی میکنند، دو کشور ایران و ونزوئلا هستند که به تمسخر گرفتند علم رو. دقت میفرمایید، افرادی در مستر اول سیاستگذاری اقتصادی قرار دارند که من به عنوان یک متخصص خدمت شما عرض میکنم حتی یک ساعت سر درس این مسائل نشستند، حتی یک ساعت، به جرأت عرض میکنم اگر که مخالف این هست من حاضرم مناظره کنم. این تفاوت کشور ما هست با این کشورها. بگذاریم ببینید، اقتصاد امریکا و اقتصاد چین، ببینید اقتصاد امریکا بهترین شرایط رو از نظر رشد اقتصادی داره، اصلا دیگه ظرفیت مازاد نداره، نرخ بیکاری اومده پایین تر از نرخ طبیعی بیکاری قرار گرفته. در چنین شرایطی اگر شما سیاست انبساطی رو ادامه بدی، به هیچ وجه به رونق بیشتر اقتصاد منجر نمیشه، بلکه تورم رو بالا میبره. امریکا میدانه که نباید مثل ایران بشه، نباید مثل ونزوئلا بشه، به قدر میفرمایید. بنابراین امریکا الان مهمترین کانسرن و دغدغه‌ای که داره تورم هست. برای تورم آمده سیاست امریکا، سیاست هاکیش در پیش گرفته. اگر بخوام خدمتون توضیح بدم هاکیش یعنی چی، دو تا اصطلاحی که در بازارهای مالی هست، خدا رو شکر خوب در کشور ما جا افتاده، بازار خرسی و بازار گاوی. بازار خرسی و بازار گاوی، اینا چه فرقی با هم دارن؟ وقتی بازار بورس رونق میگیره میگن بازار گاویه یا بول مارکت هست. بول منظور این شاخ گاوهای نریه که این شاخ دارن. دقت میکنید، گاو وقتی حمله میکنه میخواد شاخ بزنه، چجوری شاخ میزنه؟ سرش پایینه، با این شاخو میاره بالا. ببینید به آرامی میاد بالا، دقت میفرمایید، اینو میگن بازار گاوی. بازار گاوی یعنی بازار بورس در رونقه. بازار خرسی وقتی خرس میخواد حمله کنه میایسته، یه دفعه میاد پایین. دقت میفرمایید، بازارا وقتی در رونق هستن بازار بورس به تدریج بالا میره، وقتی سقوط میکنه به شدت سقوط میکنه. این متافور، این در واقع استعاره‌ای که به کار رفته، این دلایلم داره. نحوه حمله خرس با نحوه حمله گاو خیلی فرق میکنه.
از اون طرف دو تا حیوان دیگر رو در نظر میگیرن در بازار، در سیاست گذاری پولی. میگن سیاست ما هوکش هست یا داوش هست. سیاست هوکش یعنی سیاست شاهینی. شاهین یک پرنده مثل عقاب هست، کوچکتر از عقاب هست ولی قدرت حمله و جنگندگی خیلی بالایی داره، یک دفعه حمله میکنه. یک سیاست دیگه کبوتری هست. کبوتر یک حیوان، یک پرنده خیلی در واقع ملوی هست، خیلی آروم و صلح طلب. و در گذشته بانکهای مرکزی خیلی وقتا داویش عمل میکردن، یعنی میگفتن حالا رونقه، حالا بذار بگذره، حالا چه فرقی میکنه، تورمه، حالا چه مگه چیه، حالا مثلا تورم پیش اومده، الان کشور ما تورم میشه، رکود میشه، رکود تورمی میشه. بانک مرکزی سیاستش یکی، اصلا سیاستی نداره. دقیقا میفرمایید، من نمیگم که سیاست دوویش یعنی که اصلا سیاستی نداشته باشیم دیگه، ما که اکستریم، واقعا اکستریم هستیم. اما منظور این هست که الان سیاست بانک مرکزی امریکا قشنگ سیاست داویش، سیاست هاکیش هست، یعنی سیاست شاهینی، یعنی حمله به تمام معنا بر ضد تورم. و اینو دقیق اعلام کردن و چنان حمله کردن بر ضد تورم، همین بار آخر که کسی پیش بینی نمی کرد 75% درصد، روزهای آخر البته یک سری می گفتن حتی 1% هم ممکن افزایش بدن، ولی افزایش نرخ بهره 75% درصد خیلی بالاست. اینو خدمتتون عرض کنم. الان سیاست گذاری ما هم شاید شما خاطرتون نمیدونم میاد نمیاد، دوستان عزیزی که اینجا هستن، ما یه زمانی داشتیم در این کشور که نرخ تورم ما رسیده به 8%، نرخ بهره اوراق رسیده 35%. دقت کنید در دنیا وقتی میخوان نرخ تورم، نرخ بهره رو افزایش بدن، 25% درصد 25% درصد افزایش میدن. الان که 75% درصد فدرال رزرو آمریکا نرخ رو افزایش داده، اصلا یک چیز عجیبیه در دنیا. نگاه میکنن میگن عجب چیز عجیبی اتفاق افتاد، سیاست ها خیلی شاهینیه، خیلی هاکیش داره عمل میکنه بانک مرکزی آمریکا. این در واکنش به شرایط اقتصادی آمریکاست. خب شرایط اقتصادی چین چطوره؟ شرایط اقتصادی چین دقیقا برعکسه. شرایط اقتصادی چین به دلیل بحران کرونا، به دلیل بحران بازار مسکن که ادامه داره، و من خدمت شما در گوشی میگم بین خودمون باشه، در این گروهی که هستن، چین از نظر جمعیتی داره مشکل پیدا میکنه. چین بعد از سال 2025 مشکلات ممکنه ادامه پیدا کنه. چین ممکنه که به شرایطی بره که ژاپن رفت. دقیق میفرمایید، اگر میبینید که همونطور که روسیه میبینه چاره ای نداره مگر اینکه به اوکراین حمله کنه، همونطورم هم چین میبینه چاره ای نداره مگر اینکه تا سال 2025 در همه عرصه های تکنولوژی به کشور اول دنیا برسه، برتر بشه. برای همین شما میبینید که چه مقدار سرمایه گذاری در آرندی مثلا چین داره انجام میشه. اینا مسائلی است که دیگه شما between the lines باید بخونید. اینا رو مثلا توی مثلا شبکه‌های خبری پیدا نمی کنید، بعدا مشخص میشه. مسائل جمعیتی خیلی مسائل مهمیه. الان مسائل جمعیتی کشور ما الان 11 سالی است که از پنجره جمعیتی استفاده نکردیم. 11 سال است که به محض اینکه پنجره جمعیتی باز شد، متاسفانه نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی شد. دقت می‌فرمایید روندهای جمعیتی خیلی مثبت هستند. برای چین، دقت بفرمایید، برای چین الان اگر بازار ریال استیت چین دچار مشکل بشه، با توجه به اینکه وضعیت جمعیتی داره به سمت پیری میره، هنوز نرفته، هنوز خیلی وضعیت جمعیتی خوبی داره، ولی داره به سمت پیری میره، اینکه کی بتونه این بازار ریال استیت رو نجات بده من نمیدونم. نمیدونم اصلا بتونه یا نتونه، یا مثلا 4 سال ادامه پیدا کنه، 3 سال ادامه پیدا کنه و وارد اون فازی بشه که دیگه جمعیت میره به سمت پیر شدن. در توکیو هم این اتفاق افتاده بود، در ژاپن هم این اتفاق افتاده بود. یک زمانی شاخص بورس توکیو اول بود در دنیا، رشدش اصلا به شدت رشد میکرد سالیان سال، چون پنجره جمعیتی باز بود. وقتی پنجره جمعیتی بسته شد، کل اسید کلاس ها شامل بازار ریال استیت و شامل بازار سهام هر دو نزول کردن، هر دو ریختن. اینها هست که این سوالی که شما فرمودید، وضعیت اقتصادی چین و امریکا کاملا متفاوته. با واکنشی که به این وضعیت اقتصادیشون نشون میدن، هر دو میگن که ما وضعیت مردم خودمون برامون مهمه، نه مردم کشور مقابل. دقیق میفرمایید. پس این واقعا به نظر من این نیست که بخواد مثلا یک پالس نادرستی به بازارها بده. اینا واقعا دارن به اون سمت میرن که چین میخواد رونق رو به بازارها برگردونه، امریکا میخواد جلوی تورم رو بگیره. باید بریم جلوتر ببینیم کدومشون موفق میشن. ببخشید اگر من یک مقدار طولانی صحبت کردم، ولی احساس کردم اگر یه ذره از بحث منحرف بشیم شاید جذاب‌تر باشه برای دوستانی که زحمت کشیدن و در این لایو حضور پیدا کردن.
آقای دکتر، من تمامی لایف هایی که با جناب عالی دارم برای خود من به شخص یک درس، کلاس درس خواهش هست. میکنم. بنابراین اینقدر شیوا و خوب صحبت میکنی که من حقیقتا جذب میشم و واقعا علاقه من هستم صحبت های جناب عالی رو بشنوم. بسیار خواهش ممنونم میکنم. که اینقدر عمیق صحبت میکنید. آقای دکتر، من توی یکی از این جلسه های فدرال رزرو بود که حالا اعضا داشتن، مثلا حالا آقای ویلیام داشتن اعلام میکردن که زمانی که بحث از سیاست های انقباضی شد، ایشون یک ترم خیلی جالب رو به کار بردند و اعلام کردند که ما در حال حاضر، من جمله رو حالا یادداشت کردم، ما در حال حاضر مجبور به اتخاذ سیاست های انقباضی نیستیم، بلکه مجبور به اتخاذ های سیاست های ضد انبساطی هستیم. یعنی در حال حاضر آمریکا داره با چنین روی کردی پیش میره و اصلا بعید نیست به نظر من، حالا من با همون تحلیلی که دارم میکنم، بعید نیست که حتی ما در اقتصاد آمریکا برای مقابله با تورم، چون هدفشون سیاست های ضد انبساطی هست، حتی بتونیم عددهای 4% رو روی نرخ بهره داشته باشیم که این میتونه کل نظام اقتصادی جهان رو، مخصوصا در بحث کامودیتی ها، علل خصوص طلا و نفت رو ما میتونیم مشاهده کنیم. درست هست یا اینکه خیر این برداشت؟ احسنت فرشو. البته یک مقاله ای ما در کلینیک اقتصاد دوستان ما زحمت کشیدند ترجمه کردند در مورد در واقع همین سیاست فدرال ریزرو و اینکه در به کدام سمت می رود و اینکه احتمال خیلی زیاد به 3% نرخ بهره خواهد رسید. اینکه در 3% تثبیت بشه یا در 3.5 یا در 4، این بستگی به شرایط داره. تعداد افرادی که این بار میگن فدرال ریزرو نمیتواند تورم رو کنترل کنه و باید خیلی بیشتر جلو بره در آینده، تعداد زیادی است، ولی من فکر نمی کنم اکثریت باشند. یعنی اکثریت افراد همچنان معتقدند که فدرال ریزرو میتواند تورم رو کنترل کند. بعد اون زمان یادتون هست که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا کنفرانس مطبوعاتی داشت، فکر کرد میکروفونش خاموشه، به یکی از خبرنگارا یک صحبتی کرد که بعداً عذرخواهی کرد. اون صحبتی که کرد گفت که تورم به نفع ماست احمق. بله فقط میفرمایید اینو بله نمیخواست بگه، اینو اعلام نکردند، ولی اینکه مثلا ما داریم میگیم که آمریکا داره جلوی تورم رو میگیره، واقعیت این است که جلوی رشد تورم رو دارن میگیرن. ولی ببینید کشوری که نرخ بهره واقعیش منفی میشه وقتی این شرایط تورمی ادامه پیدا میکنه، اگر از دستشون در نره، که ممکنه از در بره ولی احتمالش من خیلی کم میدونم، اگر از دستشون در نره باعث میشه نسبت بدهیش کاهش پیدا کنه. دقیق میفرمایید اینا مثلا یه چیز خیلی عادیه در بازارهای جهانی که من هر کاری کردم در این کشورمون، در کشور خودمون، به این اقتصاددانهای کشور بفهمونم، متوجه نشدن تا امروز. دقیق میفرمایید که در شرایطی که شما نرخ تورم در ایران مثلا 50%، نرخ بهره اوراق 22-23%، اگر شما کسری بودجه کشور رو به طور کامل از محل اوراق تامین کنی، چه بسا که نسبت بدهی دولت افزایش پیدا نکنه، چه کاهش هم پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه جی دی پی داره به صورت اسمی با نرخ 50% داره رشد میکنه. حالا اگر بدهی شما مثلا با نرخ مثلا 40% رشد کنه، این کسری که شما دارید کوچیک‌تر میشه. الان سیاست امریکا این نیست که تورم رو کامل از بین ببره، به نفعش نیست، ولی این هم نیست که به دنیا اعلام کنه که ما میخوایم تورم داشته باشیم، چون دلار سوپرمسی و یعنی اون غلبه و تسلط دلار از دست خواهد رفت. دقیق میفهمم. حالا من میخوام با عزتون برگردم به اون که جی پی مورگان گفته. همین فکر کنم 2-3 ساعت پیش در واقع جی پی مورگان در مورد بازار کامودیتی اطلاعیه داد، خیلی جالب بود و من هم روی مسئله فکر کرده بودم و برای من جالب بود که این رو خدمت عزیزان عرض کنم. و اون این هست که خب ببینید، از پارسال تا الان شاخص دلار از 92 رسیده مثلا به حدود 102 103 104، حالا داخل امروزشو دقیق نمیدونم ولی در همین حدوده. یعنی چی؟ یعنی 10-12% دلار نسبت به تمام ارزهای جهانی تقویت شده. دقیق میفرمایید. من در کلاس اقتصاد کلانم اینا رو توضیح دادم. ببینید روی کامادیتی، روی کارنسیز، روی نرخ‌های ارز دو جریان متفاوت تأثیر می‌گذارند. یک سری جریان ترید هست
که نت اکسپورت نشون میده که این وضعیت این مثلا قیمت ارز چگونه خواهد بود. یعنی مبادله کالایی که بین یک کشور و سایر کشورها در جریان هست. به عنوان مثال مبادله کالایی که بین امریکا و چین در جریان هست. این خیلی مؤثر میتونه باشه رو نرخ دلار. معمولا در کشور ما این رو مد نظر قرار میدم. بازم ضعف تحلیل اقتصادی در کشور ما بیداد میکنه. یعنی من تا حالا ندیدم کسی بیاد روی این مسئله تاکید کنه که اون چه که نرخ قیمت کارنسی رو، قیمت ارز رو بهتر از، یعنی تسلط بیشتری داره، بیشتر پیش بینی میکنه، بازار صادرات و واردات نیست، بازار کالا و خدمات نیست. کدومه؟ ورود و خروج سرمایه است. ورود و خروج سرمایه، کپیتال. دقت فرمودی؟ ورود و خروج سرمایه است که تعیین میکنه. این که مثلا من یه چیز نوشته بودم افراد خیلی سوال شد، حالا با اجازه شما اینجا تو لایو من خدمتتون عرض میکنم، در کلاس اقتصاد کلان هست، دوستانی که علاقه دارن میتونن کلاس رو، ما ضبط کردیم و خدا را شکر ادیت کردیم و در وبسایت قرار دادیم. البته کوتاه نیست، 130 ساعت کلاس. اگر میخواد اقتصاد کلان واقعا یاد بگیرید باید 130 ساعت وقت بگذرونید، ولی به نظر من حتی برای زندگی شخصی افراد هم خیلی ارزش داره. چند وقت پیش سخنگوی محترم دولت با افتخار اعلام کرده بودن که ما مازاد تراز تجاری داشتیم. منظورشون احتمالا این بوده که بگن ما مازاد تراز تجاری داشتیم، صادرات ما از واردات ما بیشتر بوده، پس ایها الناس قیمت ارز بالا نخواهد رفت، پایین خواهد آمد. اما خب قیمت ارز هم همچی، بازار هم توجهی به این گفته سخنگوی محترم دولت نداشت. دقیق میفرمایید چرا؟ برای اینکه شما وقتی که مازاد تراز تجاری دارید، به عبارت این پول رو شما از کشور خارج کردید، یعنی در حساب‌های سرمایه یا در اختیار دولت یا در اختیار بخش خصوصی در خارج از کشور یا داخل کشور به صورت دلار، فرقی نمی‌کنه. ما مثل نخبگان، یا نخبگانمون از کشور خارج شدند، مثل 20 سالی که من ایران نبودم، یا نخبگان مهاجرت به درون میکنند. الان من در منزل دارم خدمت شما صحبت میکنم، دقت میفرمایید؟ ما مهاجرت به درون کردیم، الان از مهاجرت به بیرون اومدیم به مهاجرت به درون، دقت میفرمایید؟ ارزم هم اینطور هست. اگر که شما مازاد تراز تجاری داشتی، خب این میتونه خارج از کشور منتقل بشه، میتونه داخل کشور بره به صندوقهای، همین صندوقهایی که دیدید در بانک ملی، بره اونجا مثلا انباشته بشه. فقط یکی از صندوق ها عدد خاطرم میبره خارج بشه به طور کامل. بله بله بله. بنابراین ببینید این ساده انگاری هایی که ما داریم وقتی اینا کار دستمون میده. یعنی مثلا شما اگر خودرو وارد کردی، خب خودرو باعث میشه تراز تجاریت بالاخره حداقل اگر مثبت هست کمتر مثبت بشه. اگر جلوی واردات رو نگیری، این تراز تجاریت به ثبات میرسه. این باعث چی میشه؟ خب یه سری کالای لوکس، به قول خیلی ها مصرفی لوکس، آشغال اینجا وارد کشور میشه. خب این باعث چی میشه؟ باعث میشه که خروج سرمایه کمتر بشه احتمالاً. یعنی اگر زیست پذیری کشور افزایش پیدا بکنه، خروج سرمایه در واقع ممکنه که بهتر بشه. حالا مسئله در مورد بازار امریکا همین قضیه است. ببینید اون الان شاخص دلار به شدت گرون شده، این روی صادرات امریکا تاثیر میذاره. بله بله، این روی صادرات آمریکا تاثیر منفی میگذاره، ولی مثلا اگر تاثیرم بگذاره، مثلا ممکنه واردات 5% بالا بره، صادرات 2% کاهش پیدا کنه، ولی انقدر نیست که ما بگیم که وضعیت مثلا کارنسی ها دگرگون میشه. اما الان آمریکا اولین کشوری بوده که سیاست های حاکیش رو در پیش گرفته، سیاست انبساطی در پیش گرفته. اون نکته هم که فرمودید، حالا باید ببینیم کی این صحبت رو کرده، چون تا 2 ماه پیش که سیاست فدرال رزرو امریکا که سیاست انقباضی که نبود، که یعنی از سیاست انبساطی رفتن به سمت سیاست خونسا، ولی از 2 ماه پیش سیاست انقباضی شده. امریکا سیاست انقباضی در پیش گرفته، باعث شده نرخ بهره زودتر بره بالا. جریان سرمایه از سراسر دنیا رفته به امریکا، همه دلار می‌خرن میرن در امریکا اوراق می‌خرن. دقت می‌فرمایید؟ حالا اگر اتحادیه اروپا هم شروع کنه نرخ بهره رو بالا ببره، حداقلش اینه که این جریان سرمایه مثل سابق به سمت امریکا نخواهد رفت. مسئله دیگه ژاپن هست که وضعیتش خیلی داره تغییر میکنه و این احتمالاً باید جلوی در واقع یک مقداری از خرید دلار آمریکا و خرید اوراق آمریکا دست برداره. میدونید سیاست ژاپن دقیقاً عکس ایران، یعنی هر کاری شما ببینید ما کردیم، اونا عکسش رو انجام دادن. الان ببینید ژاپن و کره جنوبی کجا هستن، ما کجا هستیم. دقت فرمودید؟ در مورد سیاست بازارهای ارز، ژاپن همواره میرفته ارز خارجی میخریده،
که پول ملی رو تضعیف کنه که صادرات رو تقویت کنه. بعد این سیاستی بوده که 50 سال ادامه پیدا کرده. ایران هم یه سیاستی داشته که 50 سال طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو داشته، دقیقا عکس ژاپن. حالا ژاپن در شرایط فعلی داره وارد رکود شدید میشه، اگر هم که نرخ بهره رو افزایش نده که احتمالا نمیده، ولی واقعیت این است که از خرید دلار آمریکا احتمالا جلوگیری کنه. ژاپن خیلی نقش مهمی داره در این بازار، در این شرایط در واقع تقویت دلار. حالا ببینید، برعکس بقیه بانک ها، برعکس بقیه فعالان بازار، جی پی مورگان پیش بینیش اینه که دلار آمریکا نمیتونه بیشتر از این تقویت بشه. پس ممکنه دلار آمریکا برگرده به شرایط عادی. اگر شاخص دلار از 92 رفته مثلا به 104.5 رسیده و همینجور در حال رشد است، ممکنه که برگرده مثلا به حالت 100 یا زیر 100 برسه. خب اگر برگرده پایین شاخص دلار، که فعلا بنا نداره برگرده، ولی جی پی مورگان میگه برمیگرده به زودی، اگر برگرده پایین هم کامادیتی تقویت میشه، هم به طور مشخص یک کامادیتی خاص که طلا باشه تا حدی تقویت خواهد شد. افزایش نرخ‌های بهره به شدت در همه جای دنیا به ضرر کامادیتی هست. یعنی وقتی سیاست انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا در پیش می‌گیرن، کامادیتی تضعیف میشه. ولی عرض کردم خدمتتون، الان وضعیت تقاضای مصرفی برای کامادیتی وضعیت خوبیه. رشد اقتصادی جهان همچنان ادامه داره. دقت می‌فرمایید، و بانک مرکزی مطلع هست که نمی‌خواد یک سیاست خیلی شدید انقباضی رو در پیش بگیره. هرچند حاکیش هست نسبت به تورم، ولی مستحضر هست که اگر زیاده روی بکنه اقتصاد رو وارد رکودی میکنه که چه بسا بدتر از سال 2008 باشه. باز اگر نکته باشه من در خدمتتون هستم. آقای دکتر، پس من یک جنبندی بکنم صحبت های جناب علی رو تا اینجا، خواهشم که حالا برای دوستان هم مفید باشه و بتونیم یه مقدارم پاسخگوی پرسش هایی باشیم که دوستان پرسیدن. خواهش می‌کنم. بنابراین با توجه به فرمایشات جناب علی، ما به چند تا فاکتور باید اشاره کنیم. بگیم که افزایش نرخ بهره حتی تا حدود 4% در آمریکا دور از ذهن نیست. این اتفاق بله، ممکنه ممکنه. بیفته. بله. از طرف دیگه سه که قطع، تقریبا قطعی در نظر میگیرن که احتمالا به سه میرسه. سه یعنی بالاتر از اون نرخی که در بلند مدت باشه، مثلا 2-2.5. دقت میفرمایید؟ بله، ولی ممکنه به 4 هم برسه. از طرف دیگه رکود تورمی هم در جهان اصلا دور از ذهن نیست، یعنی احتمال وقوع شرایط رکود تورمی در جهان هم دور از ذهن نیست. خب این دوتا از منظر اقتصاد کلان جز فاکتورهای کوتاه مدت به نسبت حالا بحثهای توسعه کوتاه مدت تر ارزیابی میشن. از اون طرف ما احتمال کاهش رشد اقتصادی رو در جهان خواهیم داشت با توجه به شرایطی که الان در جهان حاکم هست. احتمال کاهش رشد اقتصادی با توجه به اینکه ظرفیت‌های خالی در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا در حال حاضر نیست برای رشد‌های آنچنانی، بنابراین آهنگ رشد اقتصادی رو اگر ما بخوایم ببینیم اینها دور از نیت نیست. تمام اینها رو بخوام جمع‌بندی کنم، دو تا عامل کوتاه مدت به نام رکود تورمی و افزایش نرخ بهره، اینها میتونند در راستای کاهش مقطعی قیمت کامودیتی ها در کوتاه مدت باشند. و با توجه به اینکه ما همچنان رشد اقتصادی رو در جهان داریم ولی آهنگش رشد شده، میتونیم شاید اینطوری ارزیابی کنیم که کامودیتی ها به طور کلی، مخصوصا کامودیتی هایی که در صنایع بیشتر مورد استفاده قرار میگیرن، حتی اگر در کوتاه مدت قیمت هاشون کاهش پیدا کنه، ولی در بلند مدت در یک کانال صعودی قرار دارند و این شیب کانال صعودی کمی کنتر از قبل خواهد بود، کنتر از اون چیزی که ما در 6 ماهه گذشته مشاهده کردیم. آیا این جنبندی درست هست به نظر جناب علی؟ بسیار عالی، دست شما درد نکنه. بله بله، کاملا درست. بسیار آقای دکتر، خیلی ممنون از اینکه اینا رو به ما گفتید. حالا من دو تا سوال دوستان پرسیدن، میدونم یه مقدار از بحث لایومون جدا هست، من تا فکر میکنم مسائلی باشه که در زندگی روزمره عزیزان مورد استفاده قرار بگیره. من گاهی اوقات فکر میکنم که در کشوری که ما معمولا کسی به ما یاری نمیکنه، حداقل خودمون کنار هم باشیم و به هم کمک کنیم. و جناب علی به عنوان یک معلم، خب این رسالت رو به خوبی انجام میدید و حداقل دانش خودمون رو میتونیم در اختیار مردم بذاریم، شاید این دانش بتونه کیفیت زندگی افراد رو بهتر کنه. دو تا سوال که حالا تقریبا میتونه مرتبط باشه، روند آتی قیمت طلا درون کشور هست،
آیا جناب عالی این روند رو افزایشی میبینید یا کاهشی، و این کاهشی که طی چند روز اخیر ما شاهدش بودیم به واسطه کاهش مقطعی قیمت دلار، آیا به نظرتون این رو ادامه دار میبینید و اگر ادامه دار هست تا کجا میتونید این رو پیش بینی کنید؟ بله، ببینید، من اتفاقا میخواستم خدمت شما در ابتدای جلسه عرض کنم که یک مقدار صحبت هست که در مورد بازار داخل میخوام خدمتون داشته باشم. ببینید، من برداشتم این است که ما یک بار در این 40 سال گذشته شانس آوردیم. شاید دوستان به سنشون نرسه یا خاطرشون نباشه، بعد از جنگ ایران عراق خیلی وضعیت روحیه مردم خیلی تضعیف شده بود. ما چند صد هزار در واقع شهید داده بودیم، چند ده هزار یا شاید هم چند صد هزار فقط اسیر داشتیم که اصلا هیچ امیدی به آزادی اینها نداشتیم. بعد ناگهان حماقتی کرد صدام، به کویت حمله کرد، شرایط برگشت و این خیلی به نفع ما شد، خیلی به نفع کشور ما شد. در اون زمان ما تونستیم یک نفس بکشیم، حداقل شده چند سالی نفس کشید. دقت می‌فرمایید، الان هم واقعا چشمانداز روشنی دیده نمی‌شد، ولی این وضعیت جنگ روسیه و اوکراین که اصلا روسیه هم مطلقاً بنا نداره کوتاه بیاد، به درستی یعنی تحلیل استراتژیک اینها انجام دادن. روسیه میدونه کوتاه بیاد از بین رفته، روسیه مشکلات جمعیتی خیلی جدی داره. اگر رئیس بانک مرکزی روسیه نبود که خیلی خیلی کمک کرد به این کشور، الان وضعیت روسیه خیلی بدتر از این بود. اما سیاست اقتصادی، سیاست پولیشون بسیار عالی بوده و الان هم میخواد بالاخره خودش رو تثبیت کنه که بتونه به عنوان کشور پهناور باقی بماند. پس بنابراین جنگ جدی شد، جنگ از اون چیزی که فکر میکنه یک هفته و دو هفته تموم میشه فاصله گرفته. وضعیت انرژی، بله، وضعیت انرژی اصلا وضعیت مناسبی نیست و ایران رفته به سمت اینکه با چین و با روسیه نزدیک بشه. قبلا اینطور نبوده، یعنی من خودم شاهد بودم که رابطه ما با چین رو سعی کردن به هم بزنن در اون دولت قبل. فقط می‌فهمیم در این حد ما بی سیاستی، ما با تمام دنیا در میافتادیم. میدونید اصلا اینکه مثلا شما تحریم هستی با چینم رابطه رو مثلا ببری به سمت مشکل، خب خیلی حرفه. ما همسایه هم داریم که میرن بر ضد ما تبلیغ میکنند. فقط می‌فهمیم اینا هم داریم. ما با چین، با هند رابطه خوبی داشتیم، اینها به هم خورد. با روسیه رابطه تجاری و خوب شکل نگرفته. اما الان من چیزی که دارم میبینم، یک احتمالی وجود داره که احتمالش هم کم نیست، حتی من میگم بالای 50%، که ایران با روسیه و چین بتونه اتحاد خوبی رو به وجود بیاره و برجام برگرده، رابطه رو با اروپا به شرایط عادی چند دهه گذشته برگردونه. ما همیشه رابطه خیلی خوبی با اروپا داشتیم، رابطه عادی داشتیم با اروپا که پستی بلندی داشته، ولی رابطه تجاری عادی داشتیم با اروپا. بعد از این تحریم ها همه چی به هم خورد و حتی من اگر من جای مسئولین کشور باشم از این فرصت استفاده میکنم، میرم به سمت تنش‌زدایی با آمریکا و ایران و قدرت خیلی قدرت پیدا خواهد کرد. این اتفاقی که ممکنه بیفته، بازار ارزم به نظر من درست واکنش نشون داد که معکوس شد شرایط، یعنی چون البته نباید اینطور بشه، یعنی نباید ما ارز پاشی کنیم در کشور، باید ارز و صرف زیر ساخت بکنیم، ولی خب ما مسئولینی داریم که بالاخره این همینو بلدن، چیز دیگه بلد نیستن. میدونید، یعنی تجربه که ندارن، علمم که ندارن، هر چی گذشته انجام داده. الان مثلا دولت گذشته، دولت روحانی قرار بود که وزارت بازرگانی رو مثلا احیا کنه، مجلس انقلابی باش مخالفت کرد، مجلس انقلابی باش مخالفت کرد، حالا خود مجلس انقلابی اومده داره برای این دولت دقیقا همون کار انجام میده. یعنی همینو بلدیم. حالا مرتب وزارت بازرگانی از جیب ملت پرداخت میشه بعد بهای این دقیقاً وزارت سمت از بازرگانی حالا جدا میکنی، 5 سال دیگه دوباره سر هم میکنه. همین وزیر سمت الان در 1390 به نفع ادغام دو وزارتخانه صحبت کرده. دقت میفرمایید، الان برای اینکه در مصدر امور بماند گفتن آقا ما میخوایم وزارتخونه رو جدا کنیم، فعلا ایشون باشه، استیضاحش نکن. ببینید این شرایط کشور ماست. ببخشید من یه مقدار خارج شدم، ولی من برداشتم این است که حالا بگذاریم از این بی سیاسیتی هایی که میشه، سوء مدیریت هایی که هست، تعارض منافع خیلی جدی که هست، گروه گرایی و قبیله گرایی و همخوابگاه بازی و نمیدونم دوستمون رو بیایم فلان جا منصوب کنیم و نمیدونم دامادمون رو فلان جا پست بدیم. و ببینید اینا خیلی مایه شرمندگی برای کشوری که چند صد هزار شهید داده، خیلی مایه شرمندگی، ولی خب عادت شده متاسفانه. اما از اینا بگذریم، از نظر وضعیت
بین المللی شاید وضعیت ما یک مقدار بهتر بشه، وضعیت کشور ما شاید یک مقدار فشارها برداشته بشه، اون وقت بازار ارز قطعا به یک ثباتی میرسه. از طرف قیمت طلای جهانی فعلا در کوتاه مدت رنج داره میزنه، دقت میفرمایید؟ حتی در بازار کسانی که معتقدن قیمت طلا کاهش پیدا میکنه الان بیشتر از کسانی هستند که معتقدن افزایش پیدا میکنه. در بازار جهانی ممکنه قیمت طلا بین 1700 تا 2000 دلار قرار بگیره. بنابراین سوالی که مطرح کردن قیمت طلا چی میشه در داخل، قیمت طلا به نرخ ارز بستگی داره و قیمت طلای جهانی. ممکنه که اگر ما به برجام برگردیم و به تفاهم برسیم، که من واقعا احتمالشو زیاد میدونم برعکس بقیه، دقت میفرمایید، ممکنه که در واقع یک مقداری قیمت دلار و قیمت طلا در بازار مثلا چیزی حدود 10% کاهش پیدا بکند. پس بله، های سوال دیگر دکتر رو بفرمایید. خب من یه جنبندی کنم این بخش از فرمایشات جناب عالی رو مجدد، اینکه احتمال توافقات برجامی برای ایران با در نظر گرفتن شرایط بین الملل بیشتر از قبل شده، در چنین بله. شرایطی احتمال کاهش قیمت دلار داخلی به واسطه دلار بهبود بازار آزاد. بله دلار بازار آزاد به واسطه بهبود شرایط کشور ما در سطح جهان دور از ذهن نیست، و این رو اگر بیایم در کنار با ثبات بودن قیمت اونس جهانی در حال حاضر در نظر بگیریم، بنابراین شما احتمال کاهش 10% قیمت طلا و عدم مشاهده افزایش های شارپی و ناگهانی در بازار طلا رو میدید. درسته این جنبندی؟ بله، البته یک چیزی خدمتتون عرض کنم. حالا اگر 60% ما به برجام برگردیم، بالاخره یک احتمالی هم وجود داره که به تفاهم نرسیم. اگر به تفاهم نرسیم وضع خوبی نخواهد بود، همینقدر بسنده کنم، به وضعیت خوبی نخواهد بود. بنابراین تو همه تخم مرغ رو در یک سبد نگذارید. 60% احتمالا به برجام برمیگردیم. حتی به نظر من با این جنگی که اتفاق افتاد، یه زمانی اول واکنش های احساسی نشون میدادن، ولی بعدا متوجه شدن نه، جدی جدی دنیا تغییر کرد، یک دنیای دیگری الان داریم زندگی میکنیم، که به ونزوئلا اجازه داده میشه نفت به اروپا صادر کنه. حتی امروز من فکر کنم خانم سارا بخشوری بود که در واشنگتن هست، حتی ایشون گفته بود ایران به اروپا هم نفت صادر کرده در طی چند بله ماه گذشته. خب اینها خیلی برزیل هم خیلی خبرهای، با برزیل هم ایران نفت صادر کرده به برزیل. بله، اینا خبرهای خیلی مهمی هست. یعنی اساس تحریم داره خودش خود به خود آب میشه. یعنی حتی اگرم ولی اگر تحریم ادامه پیدا بکند، من به نظرم شرایط داخلی متأسفانه انتظارات خوبی نیست. دقت میفرمایید؟ یک نکته هم خدمتتون عرض کنم، تحریم در ایران فقط میخواستن روی انتظارات تاثیر بگذارن و بسیار موفق بودن در این قضیه. ما یک کشوری بودیم با بهترین شرایط جمعیتی، حتی علارغم تحریم میتونستیم رشد درونزای بسیار بالا داشته باشیم، ولی سوء تدبیرها و دامادبازی‌ها و هم خوابگاه‌بازی‌ها، اینها باعث شد که و اینکه انتظارات مردم، اینکه سوشال کپیتال متاسفانه سرمایه اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرده، باعث شد که این در واقع آثار روانی تحریم خیلی شدید باشه بر اقتصاد. آقای دکتر به رشد درونزا اشاره کردید، من یه جمله بگم و حالا دیگه بیشتر از این مزاحمتون نباشم. این که ما خواهش میایم میکنم. کلمه ها و ترم های درست اقتصادی رو مثل بحث رشد درونزا رو میایم تعبیرش میکنیم به نام مباحثی مثل اقتصاد مقاومتی، از اصل جا میمونیم، از آنچه خودمون تعریف کردیم هم جا میمونیم، و این وسط ملتی میمونه که نمیدونه اقتصاد مقاومتی همون در راستای رشد درونزایی هست که کلن ما در سطح جهان در اقتصاد بین الملل هم این رو داریم، میگه انقدر باید درون خودت قوی بشی که بتونی با اتکا به خود یک نیم نگاهی به بازارهای جهانی داشته باشی. خب همین رو هم ما در اقتصاد مقاومتی میگیم، ولی با ادبیات خصمانه تر، که این میتونه در نهایت به نفع بازار ما نباشه. آقای دکتر من خیلی مشق شب نوشته بودم در رابطه با بحث چرخه های کامودیتی ها، اینکه صنایع بالادستی و پایین دستی رو در گروه های مختلف فلزی و انرژی، من اینها رو به تفکیک نوشته بودم، میخواستم خدمت عزیزان ارائه بدم و تسلسل و توالی این صنایع رو کاملا یادداشت کردم، منتها فکر میکنم حالا به خاطر شرایط جسمی جناب عالی و اینکه همچنان کسالت رو من دارم
مشاهده میکنم. دوست ندارم بیشتر از این نه وقتتون رو بگیرم، منتها میتونیم در آینده نزدیک بحث کامودیتی ها رو با هم ادامه بدیم در یک لایو مجزا و بیشتر به این موضوع برسیم که مثلا در چنین شرایطی زمانی که ما میبینیم زغال سنگ به دلیل افزایش قیمت انرژی که حالا در جهان شاهد هستیم میتونه باعث اثرگذاری روی گروه دیگه کامودیتی ها به نام گروه فولادی باشه، اینها چه تسلسل و توالی رو دوستان باید بهش اشاره کنن. ما این مباحث رو میذاریم به امید خدا در آینده نزدیک که بتونیم در این رابطه هم با هم صحبتی داشته بسیار باشیم. عالی. اگر بله فرمایشی حتما. دارید من خواهش میکنم در خدمتتون هستم. من عذرخواهی میکنم که روز درازی کردم و فرصت ندادم شما صحبت بفرمایید، الان شرمنده شدم. نه حالا انشاءالله من یک لایو واقعا دیگری، لذت میبرم از صحبت های شما. خواهش میکنم انشاءالله یک لایو دیگری به زودی برگزار میکنیم و این مباحث بسیار مفید رو من هم میآموزم. لطفا بفرمایید برای همه ما، برای همه افرادی که در لایو حضور دارن بفرمایید، استفاده میکنیم و با هم مبادله میکنیم تجربیات و دانش رو. به امید خدا حتما. آقای دکتر، یکی از مسائلی که بسیار برای ما مهم هست در بحث چرخه کامودیتی ها تسلسل هاست، یعنی اینکه ما بدونیم یک مثلا وقتی در رابطه با افزایش قیمت نفت صحبت میکنیم، این نفت برای تبدیل شدن به مثلا به عنوان یک صنعت بالادستی، یک کالای مورد نیاز به عنوان صنعت بالادستی چه مراحلی رو طی میکنه تا به مثلا تبدیل بشه به اون PVC نهایی، به اون محصول نهایی که به عنوان زیر مجموعه های پایین دستی مطرح میشه، و ما بتونیم این چرخه ها رو زودتر از آن چیزی که دیگران میتونند مشاهده کنند، ما به واسطه علممونی بتونیم اینها رو یاد بگیریم. یعنی بیایم نگاه کنیم ببینیم که خب قیمت نفت زمانی که افزایش پیدا میکنه، پس میایید در اولین قدم مشتقات، بعد از اون کرک اسپرد، بعد از اون محصولات بنزین، بعد از اون بنزین و بعد از اون سایر محصولات قیمتش افزایش پیدا میکنه. اینها همه یک تسلسل هایی هست که به راحتی دوستان در اینترنت هم میتونن سرچ کنن، اطلاعات بگیرن. به لطف خدا اطلاعاتی که در اینترنت موجود هست میتونه دانش دوستان رو افزایش بده. بنابراین این رو در نظر بگیریم، ما یک هینتی رو که زمانی که از یک کامودیتی در نظر میگیریم، مثلا افزایش قیمت نفت رو میبینیم، افزایش قیمت مثلا سنگ آهن رو میبینیم، سریعا باید ببینیم که صنعتی که سریعترین اثر رو از این افزایش میگیره کدوم هست. اگر فعال بورسی هستیم بریم تمرکز کنیم روی خرید اون سهم ها، اگر فعالی هستیم که توی بورس کالا داریم فعالیت میکنیم باید بریم سراغ همون کالا، و اگر شرکتی هستیم که اینها به عنوان مواد اولیه مورد نظرمون هست، تا قبل از اینکه این افزایش قیمت بتونه تسری پیدا کنه به صنعت‌های پایین دستی میتونیم واردش بشیم و یک مقدار حاشیه سود خودمون رو بیشتر کنیم. اینها مواردی هست که حتما باید کلاب تخصصی دیگه داشته باشیم و در رابطه باهاش به صورت اجمالی صحبت کنیم. خواهش میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی، واقعا مطالب بسیار مفیدی رو فرمودید و لایو بسیار خوبی بود. از شما تشکر میکنم برای اینکه اینقدر خوب این لایو رو مدیریت کردی. البته بنابر تشریک دیدگاه ها بود و من بازم عذرخواهی میکنم که بیش از حد صحبت کردم. بخشید، فکر کنم من قطع شدم برای چند ثانیه. بله درست؟ شما یه لحظه قطع شدید. بله بله آقای دکتر، من با اجازه خواهش شما میکنم. کامنت ها رو باز کردم که عزیزانی که در لایو هستن اگر سوالی دارن بفرمایند، و شما اگر تمایل به پاسخگویی دارید فقط به مدت 5 دقیقه پاسخگوی عزیزان باشین و بعد لایو رو من سیف میکنم و دوستان میتونن سوال های خودشون رو زیر لایو زیر پست بنویسن. بله سوال یک تعداد زیادی خانم دکتر سوال بود که نمیدونم کجا رفت این سوالات. اون سوال ها رو ما داریم، میتونیم اون البته کامنت هم باز کنید که اگر سوالی دوستان دارن بفرمایید. کامنت ها رو باز کردم. بله، یکی از کامنت ها این بود که با توجه به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، این افزایش نرخ بهره به صورت فقط افزایش نرخ بهره بدون در نظر گرفتن سایر شرایط اقتصادی چه تأثیری میتونه روی کامودیتی ها در گروه های مختلف داشته باشه؟ ببینید عرضم این بود که افزایش نرخ بهره معمولاً، ببینید افزایش نرخ بهره اینجوری خدمتتون عرض کنم که
چون ببینید تاثیرات متفاوت میگذاره. اما من خدمت شما عرض کردم که در بازار ارز وقتی نرخ بهره افزایش پیدا میکنه، از سراسر جهان تقاضا برای خرید دلار و بعد از خرید دلار خرید اوراق در امریکا به شدت بالا میره. خب حالا این چه اتفاقی میفته؟ این باعث میشه که دلار تقویت بشه. رابطه بین کامادیتی، قیمت کامادیتی و دلار یک رابطه کاملا منفیه. دقت میفرمایید؟ این همون استدلالی است که جی پی مورگان هم بهش توجه کرده بود. پس تا وقتی که به صورت یک جانبه نرخ بهره در آمریکا در حال افزایش هست، ما میتونیم تصور کنیم که در واقع کامادیتی چی میشه؟ کامادیتی تا وقتی که در واقع از وقتی که دلار تقویت شده، کامادیتی شروع کرد به تضعیف شدن. من تا عرض کردم خدمتتون که این یک مدت محدودیه. نرخ بهرم که افزایش پیدا میکنه در واکنش به شرایط تورمی هست. حالا اگر نرخ بهره افزایش پیدا کرد اما شرایط تورمی هم به خودش ادامه داد، به این شرایط تورمی ادامه پیدا کرد، اون وقت کم کم این حالت واکنش عصبی که بازارها دارن نسبت به افزایش نرخ بهره نشون میدن، این شرایط عصبی کم کم چی میشه؟ خونسا میشه. بنابراین الان در شرایط فعلی در 15 روز گذشته و احتمالاً 15 روز آینده تا یک ماه آینده، احتمالاً بازار کامادیتی یک بازار نزولی باشه، بعدش میتونه دوباره صعودی باشه. در مورد رمز ارز صحبت نکردیم. در مورد رمز ارز هم دیدید که من پارسال خیلی اصرار کردم، بله، علارغم اینکه بالاخره من میدونم بالاخره خیلی با احساس میان در بازار که کار خیلی غلطیه، و اون زمان من عرض کردم ماهی 10% بیت کوین و رمز ارز خودتون رو بفروشید و به در بورس بیارید. دقت میفرمایید؟ بعد افراد برای من مینوشتن که ما از بورس فرار کردیم و ما خلاصه منتها خب اون کسانی که این کار کردن خیلی بعدن از من تشکر کردن به خاطر این سیاست. الان بالاخره ببینید هنوز به نظر من تا یک ماه دیگه ممکنه که رمز ارزها نزولی باشن. اینکه بعدش چه اتفاقی میفته بستگی به این داره که آیا بانک مرکزی آمریکا میخواد یه دفعه تورم رو کاهش بده بیاره 0.2% یا میخواد سافت لندینگ داشته باشه. اون مقاله هم که انشالله فردا منتشر میکنیم در وبسایت کلینیک اقتصاد، ملاحظه بفرمایید در مورد سافت لندینگ صحبت کرده، یعنی فرود آرام. دقیقاً بفرمایید هواپیمای سیاست در واکنش به بحران کرونا، این هواپیمای سیاست گذاری پولی رفت آسمون، حالا رو آسمونه، میخواد برگرده، به آرامی میخواد برش گردونن. یعنی در از 3 سال برنامه‌ریزی برای 3 ساله که بعد از 3 سال تورم در سطح نرخ بهره قرار بگیره. دقیق میفرمایید؟ پس بنابراین فعلا در کوتاه مدت 1-2 ماه شاید 15 روز اینها بازار کامادیتی نزولیه، بعدش حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. آقای دکتر، این سوالم سوال خوبی بود به نظرم، و با توجه به حالا اینکه من میبینم شما چقدر دلسوزانه در این رابطه صحبت میکنید، این دوست عزیزمون هم پرسیدن، گفتن که در مورد دلار نیمایی و تکنرخی شدن ارز چه پیش بینی دارید؟ آیا فکر میکنید ایران بتونه به سمت تکنرخی شدن بره یا اینکه خیر؟ من فکر میکنم به راحتی میشه ارز رو تک نرخی کنند. چرا ارز تک نرخی نمیشه به نظر شما؟ به خاطر تعارض منافع، به خاطر رانت، به خاطر اینکه 85 میلیون مردم ایران متاسفانه در سختی قرار میگیرن، یک سری افراد در خارج از کشور زندگی آنچنانی دارن. من دیدم، من 16 سال خارج از کشور زندگی کردم، زندگی آنچنانی رو من دیدم که همش از ثروت ملت ایران ساخته شده متاسفانه. همه با هم دست به دست هم بدیم فشار بیاریم که این ارز تک نرخی بشه، که این رانت ها متوقف بشه. دقت میفهمید؟ این بازار منحوس نیما که من یک منحوسی است مثل من 4200، الان همه جا باب کردن شعار میدن که ارز 4200 هست شد. کجا هست شد؟ ارز 4200 شما گرون کردی، هست مش نکردی، شد همون دلار نیمایی. الان همون نیمایی است، دلار نیما، این نیمای منحوس، این نیمای منحوس. ببینید اون زمانی که ارز 4200 بود و بازار آزاد بود، اینا اومدن یه چیزی وسط گذاشتن. اینا باید جواب بدن، باید پاسخگو باشن که نیستند، که نیستند. چه کسی نیما رو به وجود آورد؟ باید جواب بده. دقت می‌فرمایید؟ من امیدوارم که با کمک همه مردم فشار اجتماعی بیاد و ارز تک نرخی بشه و دیگه اجازه ندیم که این پول‌ها در اختیار افراد خاص قرار بگیره. ولی امید چندانی ندارم. یکی از اهداف این لایف‌ها اطلاع رسانی عمومی هست و همسو شدن بیشتر. درست. خواهش میکنم. یک سوال دیگه هم بفرمایید، من مرخص شم. خواهش میکنم. آیا جهان به سمت سال 2000
هشت دیگری در حال حرکت است یا خیر؟ از منظر کامودیتی ها میپرسند. بعید میدونم. از بله منظر کامودیتی اتفاق الان افتاده. ببینید قبل، بهتر بفهمید سال 2007، قبل از بحران سال 2008 کامودیتی ها به شدت رشد کردن، در حدی که من در سیتی بنک بودم اون زمان، در دبی بودم، یک روزی ما دیدیم قیمت نفت شده 143 دلار، 143 دلار، دلار اون زمان، دقیقا میفهمید معادل مثلا 160 دلار الان یا حتی بیشتر. ما بله، ما به اون سمت برای کامودیتی الان حرکت کردیم، ولی اون زمان نمی گفتیم که کامودیتی وارد یک ابر سایکل شده، بلکه به طور موقت رشد کرد. اما الان ممکنه همونجور که شما فرمودید و من هم برداشتم اینه که امکان داره چنین چیزی باشه، مطمئن نیستم، ولی احتمالا وارد سوپر سایکل کامودیتی شدیم، وارد ابرچرخه کامودیتی شدیم که ممکنه مدت زیادی کشورهایی که تولید کننده کامودیتی هستند مثل کشور ما ممکنه منتفع بشوند. این انتفاع میتونه به تشدید بیماری هلندی و تورم در کشورمون بیانجامد، همون مسیری که 50 سال ادامه دادیم، یا ممکنه درس عبرت بگیریم با همکاری همه دوستانی که در این لایو هستن، دست به دست هم بدیم، شرایط رو برگردونیم، از این ثروتی که ایجاد خواهد شد در جهت ایجاد رفاه برای مردم مظلوم و شریف ایران استفاده کنیم. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر مهدی از زحمتی که کشیدید، لایوی که شما مدیریت کردید، و انشالله در لایو آینده شما بیشتر صحبت می‌فرمایید و من یک مقداری باید خودم رو نگه دارم، چون من خیلی ناراحت هستم از وضعیت معیشت مردم، وضعیتی که می‌بینم، و البته کار خاصی هم از دستم متأسفانه بر نمیاد، ولی این هست که وقتی بحث باز میشه بعضی وقتا می‌بینید که بیش از حد ممکنه که صحبت کنم. بالاخره این استفاده معلم همشون میکنید همینطورن دکتر، دیگه. بهتر خواهش از میکنم، موفق باشید. بله، فقط من یه جمله نهایی رو بگم و شنواری بفهم، فقط با بله یا خیر، چون دوستان دارن میپرسن خواهش بورس میکنم. بورس 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 شما رو پیدا نمیکنن، بله حالا به ما بله افتخار دادید. آیا همچنان جنابعالی معتقد هستید به اینکه بورس در حال حاضر سهمهای ارزنده در بورس مشاهده میشه و بازار بورس ارزنده هست و آینده خوبی براش متصور هستید، یا اینکه نظرتون تغییر کرده؟ من همیشه معتقد بودم بازار بورس در ایران، دقت می‌فرمایید، در بلند مدت بالاترین بازدهی رو داره. اینو من همیشه مطمئن بودم. اما در شرایط فعلی حتی باید بازدهی بازار بورس بالاتر هم باشه، چون شرایط تورمی ویژه ما داریم. در یک ماه خرداد فقط 12% تورم رشد کرده. البته این 12%، حالا یه زمانی قرار شاید در خدمت شما در مورد تورم صحبت کنیم، این شرایط کوتاه مدت و گذرا هست. حالا میبینید که حتی میتواند وضعیت تورم بهتر بشه. منتها بازار بورس یک دشمن قسم خورده به نام وزارت سمت داره که میگه تا وقتی دلال ها هستند چرا به سرمایه گذار بورس ما، الانم برای چند ماه دیگه وزیر سمت در جای خودشون هستند و یک مورد هم حتی نبوده در یک سال گذشته که من ببینم که دلسوزی برای بازار سرمایه صورت گرفته. بنده تمام تلاشم رو خواهم کرد که یا رفتارها تغییر بکنه یا افراد تغییر بکنند. هیچ راه دیگری نیست. دوستان عزیز، حق گرفتنی ندادنی. وقتی با سرمایه شما دارین اینطور برخورد میشه باید بیستید در مقابلشون، منتها نه با تشنج، با منطق. دقت میفرمایید. متاسفانه این هست که، و مدیریت بازارم تلاشهای اخیرا کرده، کارهای مثبتی انجام داده، ولی به نظر من کافی نیست و باید خیلی بیشتر از اینها می بود، ولی متاسفانه نبوده. برای این فشار وقتی که بازار عقب میمونه از موج تورمی، بالاخره زمانی برمیگرده دیگه. حالا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، هیچ کس نمیتونه در کوتاه مدت پیش بینی کنه اینا رو. دقیق میفهم. موج الان فشار تورمی روی بازار هست که دوباره شروع کنه بالا رفتن. حالا ممکنه از همین امروز شروع بشه، ممکنه از 2 ماه دیگه، از 3 ماه دیگه شروع بشه. موفق بسیار باشید. ممنون دکتر، من خیلی خواهش لذت بردم از این لایف، مثل همیشه از اطلاعات شما بسیار ممنون هستم. عزیزانی که خواهش همراه ما بودن، وقت گذاشتن، امیدوارم که لذت برده باشن. لایف رو سیو میکنم، اگه سوالی بود در خدمتتون خواهیم بود. اگر فرمایشی دارید من جمله آخر رو بشنوم از شما. خیلی سپاسگزارم از شما. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه. شب همگی بخیر. خدا نگهدار.